ساعتی الان؟ الان دو ساعت. حالا دوام نشد برای نشست خبری میخوان دیگه. به استحضار میرسانم که انشاءالله با برنامه ریزی دقیق انجام گرفته مقرر است رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99 انشاءالله فردا آغاز گردد. جنگ‌های هوایی به عنوان پیشرفته‌ترین صحنه درگیری‌های تکنولوژیک، مهم‌ترین عرصه درگیری‌ها و نخستین لبه جنگ‌های امروزی محسوب می‌شود. به طبع، تمرین مقابله در این عرصه و دفاع در برابر حمله‌های هوایی نیز بزرگترین صحنه رزم‌های نوین بوده و نیازمند ابزارها و قابلیت‌های خاص و منحصر به فرد است. ضرورت دفاع هوایی و تشکیل نخستین لایه‌های دفاعی در مرزهای آسمان مهمترین نیازمندی یک ساختار دفاعی و هوشمند است که مسئولیت لازم را در برابر هر گونه تهدید ایجاد می‌کند. از سوی دیگر مانورهای نظامی و تمرین رزم واقعی در عرصه عمل همواره به عنوان بزرگترین ابزار تحول در سیستم‌های نظامی و آموزش مؤثر برای یگان‌های عملیاتی است و به همین دلیل همواره در طول سال طبق برنامه قبلی شاهد برگزاری انواع رزمایش‌های نظامی در کشور خود و سایر کشورها در جهان خواهیم بود. رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان ولایت 99 با این نگاه و شعار آسمان امن در سایه اقتدار پدافند هوایی با حضور یگانهای منتخب ارتش و سپاه تحت فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در گستره ای به وسعت نیمی از آسمان ایران برگزار شد و یکی از بزرگترین تمرینهای دفاع هوایی را در منطقه رقم زد. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99 آغاز می‌گردد. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، صلوات الله و سلامه علیک. بسم الله الرحمن الرحیم. رمز دریافت شد. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. گسترش و استقرار یگانهای پدافندی شامل سامانه‌های موشکی و راداری با تأکید بر قابلیت جابجایی و واکنش سریع و برقراری ارتباط امن و چند لایه میان سامانه‌های عملیاتی و طراحی شبکه یک پارچه پدافند هوایی در سناریوهای مختلف درگیری‌های واقعی از مهمترین اصول اجرای این رزمایش محسوب شده و آمادگی و توان نیروهای پدافند هوایی را در معرض آزمونی سنگین قرار می‌دهد. امروز تسلط بر فضا و آسمان کشور یک ضرورت است. انتخاب نیست. پس لازمه که کمترین احتمالات رو ما بهش توجه بکنیم، جدی بگیریم و بتونیم با هم مقابله بکنیم. و برای دست یافتن به این مطلب خیلی مهم، باید بتونیم سطح مهارت کارکنان جوان رو ارتقا بدیم. رزمایش رزم آزمایشی و آموزشیه و بهترین فرصته که ما بتونیم جوانان خودمون رو سطح مهارتشون ارتقا بدیم و زمان عکس العمل رو کاهش بدیم که بتونیم در کمترین فرصت، در کمترین زمان بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم. این رزمایش مشترک یک تمرین دقیق از ایجاد صحنه نبرد واقعی و تهدیدات غیر منتظره طراحی شده و عملیات مشترک منطقه‌ای پایش 360 درجه از حملات همه جانبه نیروهای مهاجم را برای مدافعان به عرصه عملیات گذاشته تا امکان بکارگیری جدیدترین سامانه‌های بومی فراهم شود.
اقدام تاکتیکی و دفاعی توسط سامانه‌های کشف و درگیری زمین پایه بر علیه هواگردهای مهاجم و تمرین کلیه مراحل دفاع هوایی در مراحل کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری راهکاری برای تمرین سامانه‌هایی محسوب می‌شود که با استفاده از آن نسل جدید از تجهیزات و سیستم‌های دفاعی شکل گرفته و مرحله گذار به سامانه‌های بومی پیشرفته به صورت واقعی و عملیاتی انجام شود. ما چند روز هدفی رو از دست ندادیم، هیچ هدف، چه پهپاد، چه هواپیما. حالا اون بخش مربوط به پروازهای امروز هم همه رو گرفت، همه رو کامل گرفت. این ردخور نداره اصلا این بحثی میشه. یک سال اومد تو رزمایش المانای کمتری داشت، الان که اومده فول المان کامل عملیاتی شالا میره در مدار مستقر میشه. بونده گستره وسیع و تفویض اختیار به نیروهای مهاجم برای بکارگیری انواع روش‌های غیرمنتظره برای سامانه‌های دفاعی در رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان ولایت 99 سبک جدید از رزمایش‌های پدافندی را در کشور بنیان گذاشت و نمایی متفاوت از قدرت بازدارندگی جنگ‌های تکنولوژیک در عرصه نظامی را مطرح کرده است. پروازه جنگالی و پروازه ارتگرام هم انجام شده، یه دو تا پرواز رهگیری جنگالی داریم برای پهپاد که انشالله این هم قرار تا ساعت 11 برسن. نقش نیروی هوایی در این رزمایش هم به صورت نیروی نارنجی هم به صورت نیروی آبی انجام پروازهای متعدد به منطقه رزمایش با هواپیمای بدون سرنشین و با سرنشین هست. در این رزمایش هم 4 تا پایگاه نیروی هوایی، پایگاه شهید نوژه همدان، پایگاه شهید بابای اصفهان، پایگاه شهید لشکری مهرآباد و پایگاه شهید دوران شیراز شرکت دارند. پروازهای متعددی رو هم در روز هم در شب انجام میدن برای منطقه رزمایش به عنوان نیروی نارنجی و بخشی از توانمندی های ما هم برای مقابله با حملات دشمن فرضی در واقع به عنوان هواپیمای گشت هوایی و اسکرمبل در این رزمایش مشارکت دارند. استقرار انواع سامانه های فرماندهی و کنترل، سیستم های رادار بومی، تجهیزات تاکتیکی اطلاعات و شناسایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک بخشی از تجهیزات قابل ارائه در این رزمایش محسوب می‌شود که کارایی در عرصه نبرد را به نمایش گذاشت. یکی از کارهای نوعی که گفتم به عنوان اولین مرکز اینجا انجام شده، تلفیق کاشف 99 با دوربین ابرسرات هستش که دقیقاً و این قابلیت داره که با دوربین‌های مثل جلال نیز تلفیق بشه و حتی میتونه قابلیت این داره که با یک سیستم کنترل آتشی مثل گتلین یا موشک‌های از خانواده پارت مجید هم این کار ما انجام بدیم. حتی کروز رو با سرعت 2 ماخ در برد 30 کیلومتر با RCS 0.1 متر کشف کنه. تجربه جنگ‌های نوین یکی از بزرگترین الزامات بکارگیری و مقابله با پهپادها را نشان داد. این سامانه‌های قدرتمند در سال‌های اخیر به عنوان یکی از توانمندترین ابزارهای تغییر توازن جنگی مورد استفاده قرار گرفتند و امکان بکارگیری از یک سو و از سوی دیگر توان مقابله و مهار آن از مهمترین الزامات صحنه‌های نبرد نوین است. باید توجه داشت سطح مقطع کم، سقف پروازی خاص و قابلیت پرواز متفاوت، کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری با این یگانهای قدرتمند را بسیار سخت کرده و امکان مقابله با آن را تنها در اختیار سامانه‌های قدرتمند و خاص قرار می‌دهد. دیدم توی هوا یک پهپادی با ابعاد کوچیک بتونی تو فاصله دور شلیک کنی، قطعا این یک توانمندی میخواد. این که تونستیم با یه سامانه بومی یه هدف با قابلیت‌های بالا رو مورد حسابت قرار بدیم خیلی حالم خوبه. بسیار خوشحال و سپاسگزاریم از خداوند متعال
که واقعا کمک کرد به این باور رسیدیم که باور ایرانی توانست امروز یک هواپیمای کوچک با ابعاد بسیار کوچک با دورترین برد مورد اصابت قرار بگیره. کشف انواع پرنده‌های رادارگریز، طراحی روش‌های عملیاتی مقابله ریز پرنده‌ها و در نهایت انهدام پهپادهای دور ایستا سرفصل جدید در رزمهای هوایی کشور و البته دنیا محسوب می شد که در این رزمایش به صورت متفاوت و دقیق انجام شد. شما اقتدار پدافند هوایی کشور رو امروز به رخ جهانیان کشیدید. این سامانه ساخته نشده برای درگیری با یک پهباد کوچک، اونم بدون رفلکتور، که اینم یکی از برکات این رزمایش بود که باعث همدلی و همافزایی بین نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران شده، الحمدلله رب العالمین. پایش منطقه عملیات در منطقه آلوده جنگ الکترونیک و امکان کشف و شناسایی اهداف با وجود اخلال الکترونیکی و روی سامانه‌های پدافندی یکی از مهمترین قابلیت‌های پایداری و بقا در میدان‌های رزم واقعی است که در رزمایش مدافعان آسمان ولایت با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. سنسور تجمیع اطلاعاتی که تو منطقه اتفاق افتاده همه تجمیع شده اینجا و رصد میشه و داره به عملیات کمک میشه. در حقیقت ما هدفمون اینه که واسه SOC این شرایط رو فراهم کنیم که افسر SOC این اجازه رو داشته باشه، که این اختیار رو داشته باشه که هم بتونه با سنسورهای گرم اقدام انجام بده و هم با اقدامات الکترونیکی. و این پایش الکترونیکی هم که هستش ممکنه که هدفی تو منطقه باشه که سیگنال راداری نتونن کشفش کنن، ولی خب سیگنال پایشی میتونن این امکانو دارن که کشفش کنن و در اختیار شبکه قرار بدن. فارغ از تمامی ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در یک تمرین نظامی، حضور نسل جدیدی از دانشمندان نظامی جوان در عرصه دفاع هوایی و رزم مشترک و هماهنگ نیروهای ارتش و سپاه همافزایی بی‌نظیری را در ساختارهای دفاعی شکل داده که متناسب با نیازهای روز سطح اطمینان بخشی از آرامش را به جامعه تقدیم می‌کند. امروز با سامانه باور به این باور و یقین قلبی رسیدیم که ما می‌توانیم. واقعا دلگرم کننده است. سامانه راهبردی با این قابلیت در فاصله بسیار دور بتواند یک هدف کوچک دوریستا را مورد اصابت قرار دهد. این برای همه ما افتخاری است که ایران اسلامی و آسمان ایران اسلامی امن است برای همه هواپیماهای خودی و هواپیماهای مجازی که به عنوان یک آسمان امن در منطقه و امن‌ترین آسمان در منطقه میتواند محل عبور و مرور هواپیماهای مجاز باشد و از طرفی با اون اقتدار خودجوش، نه اقتدار مجازی و اقتدار آریه‌ای، آنچه که از دستان توانمند خودمون برآمده است ایستادیم که از مرزوبوم و کشورمان برای ملت عزیزمان دفاع کنیم و در این راه جان ناقابل خودمون رو در طبق اخلاص گرفتیم. تعامل نزدیک و اجرای یک رزم هماهنگ تحت فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در صورت نیاز میتواند عرصه متفاوتی از نبردهای امروزی را برای مدافعان آسمان ایران رقم بزند که نتیجه آن بالا رفتن توان مقابله و توسعه قابلیت رزمهای نوین در بدنه دفاعی کشور است. در حوزه وحدت فرماندهی و ابزارهای فرماندهی و کنترل امروز حرفی برای گفتن داریم و حرف جدید داریم. این رزمایش عنوان اولین تجربه رزمایش مشترک در حوزه نیروهای پدافند هوایی نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که ابزارهای جدید در حوزه تکنولوژی به کمک و به خدمت پدافند هوایی آمده و هدایت صحنه نبرد توسط ابزارهای جدید که همه بومی و تولید داخل و محصول عزیزان ما در حوزه صنعت و جهاد هستند
میتواند در درصد موفقیت عملیات ها اثرگذار باشد. برگزاری چنین صحنه هایی از رزم و اقتدار در یک نگاه شاید تنها یک مرز و لبه کوتاهی از نیروهای عملیاتی را برای ناظران نمایان کند، در حالی که یگانهای عملیاتی با عقبه سنگینی از پشتیبانی، لوجستیک، پزشکی و یگانهای عملیاتی دیگر تأمین و تجهیز می شوند تا در نهایت ساختار یک پارچه و منسجم را برای دفاع شکل دهند. دشمنان ما درک خواهند کرد که ما با توجه به این همکاری ها و همدلی هایی رو که در بین سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود داره، قطعا همچون مشت آهنینی در مقابل هر گونه تجاوز و خطری، قطعا با بهره گیری از این ظرفیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک ید واحد انشالله بتونیم یک پاسخ محکم و دندان شکنی رو به دشمنان جمهوری اسلامی ایران بدیم. بازتاب‌های منطقه‌ای و جهانی رزمایشی در این ابعاد به سادگی نشان دهنده اهمیت و جایگاه مدافعان حریم هوایی کشور است و در این حال سکوت معنادار سیستم‌های نظامی دشمنان قسم خورده این آب و خاک در برابر توانمندی‌های نمایش داده شده در این صحنه هماهنگ و بی‌نظیر، ترکیب معناداری را در برابر استراتژیست‌ها و برنامه‌ریزان نظامی قرار داده که نتیجه آن در طول سال‌ها امنیت و اقتدار برای تک تک افراد جامعه است و ایجاد امنیتی که با تقدیم خون هزاران شهید و جانباز آسمان ایران را امن‌تر از همیشه برای دوستان و مهلک‌تر از گذشته برای دشمنان ترسیم کرده است.